در ابتدا متشکرم از رادیو زمانه که این نشست رو ترتیب دادن، زیرا صدای متخصصین از جمله آقای مصطفی که اینجا تشریف دارن بدون حمایت رسانه‌ای منعکس نمیشه. قبل از این جلسه ایشون میگفتن که جلسه خوبی در لندن داشتن که 100 نفر هم شنیدن. خب چجوری پوشش رسانه‌ای گرفت؟ گفتن رسانه‌ها دعوت نشده بودن. گفتن خب حیف از این که شما صحبت بکنید و فقط 100 نفر بشنون، اونم 100 نفری که خارج از ایرانن و هیچ تأثیری در سیاست ایران ندارن. بنابراین اهمیت این دعوت از اینجا مشخص می شود که بدون پوشش رسانه‌ای حرف‌های متخصصین به میان مردم نمی رود و از بین رسانه ها به نظر من رسانه های نوشتاری اهمیت بیشتری هم دارند، برای اینکه رادیو یا تلویزیون در یه ساعت خاصی یه برنامه هست و بعد ممکن است، یعنی احتمالا می رود در یوتیوب و پیدا کردن سخت و اینا، ولی که وقتی که روی سایت میذارین سایت اقلا یه 10 روز این برنامه رو نگه داره، باز 10 روز بیشتر مردم میبینن. مسئله ما چیست و چرا این فراخوان رو دادیم؟ ببینید، مهمترین مسئله ایران که موجودیت ملی ما رو تهدید میکنه و ضمناً باعث گسترش فقر شده همین مسئله انرژی هسته‌ایه. و از سال 2005 دولت ایران با بخشنامه‌ای به رسانه‌های داخلی اونها رو ممنوع کرده از صحبت کردن راجع به انرژی هسته‌ای. چنانه که دیدید وقتی که حتی رئیس جمهور وقت، یعنی آقای روحانی، بعد از اینکه توافقات ژنو انجام دادن آمدن گفتن که بابا بیاین حرف بزنین، یه نفری که حرف زد مواجه شد با تعقیب کیفری. بنابراین یک سکوت نابجا در مورد مسئله انرژی هسته‌ای هست و از اون طرف میبینیم که مسئله انرژی هسته‌ای به خاطر تحریم‌هایی که به دنبال داشته چقدر به مردم صدمه زده و چندین نوبت ایران رو در خطر جنگ قرار داده. حالا چرا نباید ما صحبت بکنیم؟ در فراخوانی که به وسیله مرکز حامیان حقوق بشر داده شد، ما فراخوان برای گفتگو دادیم بدون هیچ نوع پیش‌داوری. بنابراین افرادی که معتقدند ما باید انرژی هسته‌ای داشته باشیم، برای اینکه کشورهای 5+1 دارن و چرا ما نداریم، ما بایستی انرژی هسته‌ای و بمب هسته‌ای داشته باشیم برای اینکه چرا اسرائیل داره ما نداریم، ما باید اینا رو داشته باشیم برای اینکه کشورهای سرمایه داری میخوان با ما زور بگن. خیلی خوب، اونا رو بیان حرفاشون رو بزنن. ما این فراخوان بدون هیچ نوع پیش داوری بوده. هر کس معتقده برنامه‌های حکومت تا به امروز صحیحه، عقیدش رو بیاد بگه، دلایلش رو عنوان بکنه و دیگران رو قانع بکنه. هر کس که معتقده که دولت ایران بایستی بمب اتمی داشته باشد برای اینکه اسرائیل و پاکستان داره، خیلی خوب بیاد حرفش رو بزنه. و افرادی که معتقدن این برنامه‌ها اشتباه بوده و این اشتباه بوده که ایران رو دوچار بنبست سیاسی اقتصادی امروز کرده، اونا هم بیان حرفاشون رو بزنن. متخصصین زیست محیطی بیان عنوان بکنن که آیا انرژی هسته‌ای برای زیست محیطی ما مناسبه یا نه. چون طرفداران داشتن این انرژی عنوان میکنن که آلودگی نیروگاه های هسته‌ای کمتره، از اون طرف عده دیگر میآیند میگویند که نخیر،
نیروگاه‌های هسته‌ای برای زیست محیطی بسیار مضره. نمونهش این که شما وقتی زباله‌های اتمی رو دفن می‌کنید، این بیش از 100 هزار سال اثراتش باقی میمونه و در موقع حمل و نقل خطرات زیادی مواجه خواهید شد. و از همه مهمتر، زمانی که نیروگاه ها فرسوده میشه و میخواهید این رو بازسازی کنید یا از بین ببرید، اون موقع واویلاست. یا ممکنه که مشکلات دیگری پیش بیاید، چنانکه که در چرنوبیل یا در فوکوشیما پیش آمد. بوشهر روی 3 گسل زلزله است. اگر اتفاقی پیش بیاد چه خواهد افتاد؟ همه اینها به صورت گفتگو باید مطرح بشه که مردم در جریان قرار بگیرند و بعد این مردم هستند که بایستی تصمیم بگیرند. بنابراین میبینید عنوان کردن مسائلی چون زورگویی آمریکا و اسرائیل و پاکستان بمب اتمی داره و ما، اینا تمام یک نوع پیشداوری غیر عادلانه است که منتقدین به این فراخوان میکنند، چون فراخوان هیچ نوع مثبت یا منفی نگاه نمیکنه. میگوید ما فراخوان دادیم برای اینکه همه صحبت بکنن. این فراخوان برای چیست؟ برای این است که دولت ایران اجازه نمیدهد صحبت کنید. در حقیقت به مسئله انرژی هسته‌ای من از دیدگاه حقوق بشری نگاه میکنم. یعنی میگویم آزادی بیان در هر شرایطی اولین پله دموکراسی است. مردم بایستی حق داشته باشن حرف بزنن و دولت ایران بی خود جلوی حرف زدن مردم رو گرفته و الان هم که عنوان می کند حرف بزنید، در حقیقت فریب دیگری می دهد. نمی خواد مردم حرف بزنن. ولی اینقدر ایجاد محدودیت نمی کردن. و اگر دولت ایران راست میگه و اگر آقای روحانی صادقه که از مردم دعوت کرده که بیایید راجع به توافقات و راجع به انرژی هسته‌ای صحبت بکنید، اگر راست میگویند بیایند نتیجه این جلسه و این جلسه رو در صدا و سیما بگذارن یا در ایرنا منتشر کنن. خب اینم یه جلسه گفتگو دیگه. بنابراین متاسفانه حکومت صادق برای بیان گفتگو نیست. از من سوال شد که خب تو فراخوان دادی برای گفتگو، حالا میخوای چیکار کنی؟ حل مشکلات یک کشور از گفتگو شروع میشه. بیایید حرف بزنید. در حرف زدنها راه حلها پیدا میشه. مخصوصا در مورد یه چنین مسئله مهمی که هنوزم که هنوزه یه عده‌ای از مردم ولو مخالف رژیم هم هستن اما موافق داشتن انرژی هسته‌ای هم هستن. یعنی ما اجماع بین المللی، اجماع ملی در این زمینه نداریم. خب وقتی که اجماع ملی نداریم چطوری میشه برنامه‌ریزی کرد برای چه کاری؟ اول اصلا خودمون به توافق برسیم و برای اینکه به توافق برسیم باید ببینیم که اصلا یه چیزی خوبه یا بد و بعد بتوانیم برنامه ریزی کنیم. ضمن اینکه مسئله به این مهمی از عهده یک نفر یا یک مرکز بر نمیاد. این همت ملی میطلبد و همت ملی هم از رسانه ها شروع میشود. رسانه ها بیایند گفتگوها رو منتقل کنند. در یکی از مقالاتی که آقای دکتر رزاقی نوشته بودند به همین مناسبت و شما حتما خوندید، صحبت از واکنش جامعه مدنی نسبت به مسائل مهم بود و گفتند که متاسفانه جامعه ما زیاد در این زمینه ها حساس نیست و حرکت های کمی رو ما مشاهده کردیم. از جمله دو حرکت رو ایشون نام بردن، یکی شورای ملی صلح بود و حرکت دیگری، که اینها رو به عنوان دو نمونه خوب واکنش
یعنی واکنش به جریانات نام بردن. من ضمن تشکر از مقاله خوب ایشان باید یه چیزی اضافه کنم. شورای ملی صلح پیشنهاد بنده بود و به وسیله کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پیریزی شد و ما بسیار موفق بودیم، همونطوری که آقای رزاقی اشاره کردن. ما توانستیم 83 نماینده از گروه های مختلف صنفی، فرهنگی، قومی، مذهبی دور هم جمع بیاریم و راجع به مسئله صلح صحبت کنیم. و صلح رو هم در ابتدا تعریف کردم، گفتم صلح نبوده جنگ نیست، بلکه صلح مجموعه شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. وقتی شما نمیتونید کرای خونتون رو بدید، کرامت انسانیتون از دست رفته. وقتی که به خاطر نوشتن یک مقاله یا گفتن یک شعر به زندان میروید، صلح شما به خطر افتاده. فرقی نمیکنه که دشمن شما رو بکشه یا به خاطر نبوده دارو شما بمیرید، همه اینها صلح که معنای واقعیش آرامش انسانه به هم میزنه. و بر همین اساس شورای ملی صلح در ایران پا گرفت و بسیار هم موفق بود و این چیزی بود که مامورین امنیتی رو به شدت ترسوندن. شورای ملی صلح یک کمیته اجرایی داشت برای اینکه اهدافش رو اجرایی کنه که رئیس کمیته اجرایی هم همکار ارجمند من خانم نرگس محمدی بودن. یه دو سه ماهی ما کار کردیم، مامور امنیتی آمدن به دفتر من و با یک لحن بسیار بی‌ادبانه گفتن اینا رو بیرون کن از دفتر. گفتم منظورتون کی هستن؟ با شورای ملی صلح. گفتم اینا همه آدمایی هستن که از من خیلی معتبرترن و من قرار نیست کسی رو بیرون کنم، ضمن اینکه این دفتر مال من نیست، مال این دفتر رو من با پول نوبل خریدم ولی که در اختیار کانون مدافعانه و من وقف کردم. گفتم وقف نوبت کو؟ و چون ما خودشون ما رو ثبت نکرده بودن، رسما میدونستن که من نمیتونم وقفنامه ارائه بدم، گفتم که خب وقفنامه ندارم، ولی که آقای محترم شما وقتی که نماز میخونی از خدا رسید میگیری که من 17 رکعت نمازم خوندم که من بخوام به شما رسید بدم. من این پول رو از دفتر رو از پول جایزه خریده بودم و قرارم هست در اختیار حقوق بشر باشد. و گفتم که هیچ کس رو بیرون نمی کنم برای اینکه من اساسا صاحبخانه نیستم، صاحبخانه اونا هستن. و همان شد که به کانون مدافعان حقوق بشر حمله کردند، اونجا رو بستند و بعد هم اون رو در یک حراج فروختند به بهانه اینکه اون نه بلکه تمام اموال من رو. به بهانه شون هم این بود که تو چرا مالیات جایزه نوبل رو ندادی؟ و البته این حرف کاملا نادرست از جهت قانونی، برای اینکه طبق قانون جوایز مالیات از مالیات معاف هستن. به همین دلیل من 5 سالم قبلا مفاسد حساب مالیاتی از دولت گرفته بودم، ولی که وقتی این صحبت رو پیش اومد اونجا رو بستن. وقت من به پایان رسیده، منتها صحبت ها خیلی زیاده و اشکالاتی و حالا من نمیدونم چجوری اینو جمع‌بندی کنم. به هر حال اگر می‌فرمایید بنده تموم می‌کنم، ولی کن سوالاتی که پاسخ داده نشده سر جای خودش باقیه که من حاضرم به همه اونها جواب بدم. ولی کن اجازه بدید قبل از اینکه اینجا رو ترک بکنم، دلم نمیاد ذکر خیلی نکنم و یادی نکنم از دانشمند جوانمان که در زندانه، امید کوکبی، متخصص فیزیک هسته‌ای است که وقتی که این جوان برای دیدار خانوادش میره بهش پیشنهاد میکنن که بیا با برنامه هسته‌ای ایران کار کن، حاضر نمیشه و او رو در زندان میاندازن. الان در شرایط خوبی نیست و اجازه بدید که ذکر خیلی بکنیم از یک نابغه جوان، از فرزند ما، جوانان فرزندان ما هستن که الان در زندانند و با آرزوی آزادی امیده که کوکبی و بقیه زندانیان سیاسی فرصتی باشه به سوالات جواب میدن.